خب جناب استاد حالا که اعتکاف از نظر آثاری برای ما توضیح نایت که از آثار بسیار برخوردار بود و از نظر آیات و روایات خب برای ما لطفا در مورد شرایط اعتکاف بگین که یک شخصی که میخواه اعتکاف بکنه دارای چی شرایط باید باشه چی شرایط داشته باشه تا یه اتکافی قبول بشه تا اعمال قبول بشه بفرمایید در خیلیش. خدمت شما خدمت که در اینی که انسان یک گام را هم اگر مخلصانه بر خداوند برای خداوند برای رضای خداوند برداره او مطمئنا قبول میشه در اون ما هیچ شکی نداریم بل. اما اینی که در برنامه اعتکاف در قبولیش مراد ما ای بود در شرایط اعتکاف شرایط داره که احکامش بسیار مفصل هست بنده فقط اشاره وار به چند تا مسئله مهمش اشاره میکنم اول کسی که میخواد معتکف شوه و بره همونطور که ارز کردم باید نسبت به فعلی که انجام میده یک معرفت حاصل شد پس باید عاقل باشه انسان در درباره اون نتیجهش آگاه باشه بتونه قوی عقلیش کار بکنه به قصد قربت باید این فعل انجام بشه نه تنها در مجموع هر عمل, عمل عبادی ما فعل عبادی, عبادی ما باید به قصد قربت باشه اما خدای نکرده از اون روزی بترسیم که تبدیل به عادت شوه حالا من منظور ما فقط خود اعتکاف نیست بلکه در خیلی از اعمال و رفتار اگر تبدیل به عادت شد او زمان است که دیگه با قول ما و شما که گپ خراب میشه باز تلاش بکنیم نیازه. که بله تلاش بکنیم به قصد قربت باشه و اخلاص در این عمل باشه برای خود نمایی نباشه خدای نکرده برای اینکه بله فردا بگن که آقای فلانی از, کجا آمدی نبودی سه چهار روز شما رو ندیدیم بگه والله ما اعتکاف رفته بودیم این ای ای چنین مسئله نباشه مغازدار و همسایه و فلان و فلان قصد فقط قصد قربت باشه اخلاص در کار باشه خب مدت زمان اعتکاف همونطور که اشاره کردم از سه روز کمتر نباشه کسی که میخواد معتکف شوه در شرایط اعتکاف نیست که از سه روز کمتر نباشه که در این سه روز وقتی که دو روزش رو روزه میگیره روز سوم باز بر از واجب میشه اما اگر کدام مؤمنی و مسلمانی فرصت بیشتر داشت از اینکه بیشتر بتونه معتکف شوه یعنی از سه روز به هفت روز شوه یا بیشتر اون روز آخرش برشان واجب میشه یعنی مگه اگر هشت روز معتکف شد روز نهم برش واجب میشه که باید معتکف شد و روزه را تکمیل بکنه و از جمله روزه های, روزه های واجبی که بر ما هست روزه روز سوم اعتکاف هست و روزهای دیگه همون روزی پایانی اعتکاف در مسجد باید معتکف شد از شرایطش ای هست در مسجد که چهار تا مسجد مسجد النبی مسجد الحرام در مسجد بسره و مسجد کوفه در این چهار تا خدمت شما عرض شود که سفارش شده که باید معتکف شود اما خب همه که نمیتونه با این شرایط بیان در این مسجد معتکف شوند میتونن به نیت رجا به مسجد مسجد جامع شهر خودشان معتکف شوند و در یک مسجد معتکف شد نمیتونه و عزیز ما که مثلا دو روز در این مسجد باشه دو روز در مسجد دیگه باشه در همون یک مسجد معتکف شده و از مسجد بیرون نیاید در مدت زمان اعتکاف نباید از مسجد بیرون در شرایط استثناء هست مثلا در شرایط خاصی هست برای رفع حاجت میتونن بیرون شون یا خدای نکرده از اقاربشان از دنیا برن برای این امور که مثلا حضورشان در تشیع از لازم باشه از نگاه عرف میتونن بیرون شوه ولی به قدر نیاز فقط باید بیرون شوه زیاد نباید بمانه